سیاه و بردارین جاش تلویزیون خانم که بهترین استادو داریم با من دیگه کاری ندارین و, و نامداد شد که خدا من با من داد حرف قصه ها شده یه همدم به همه ما پارسی یاد داده کم کم من نداریم حرف بزنیم توی جم لحجتون نیرونی شده؟ حاطر جم کانال <سؤال> بشه نبود. از هر چی تو دلت بخوای شبت از دسته شنبانتونه یکی بود یکی نبود همدم تنهاییتونه گزارش و مالی چه سلیمون برمی کشید تو شمشه به ایرون مسابقه نقاشی و پرستی ایرونی هستی یا بیکار نشستی؟ چندتا کانال فقط مال کارتونه بسته به اینکه شما چند سالتونه همین کارتون داره یاب باکس، شاهنامه خیلی خفاض. آخ کنان موسیقی و شعر و ساز. جی ام باکس، چمچه های بچر به پنجره سنگل ما بچر هات. آینه گفتگو کندار ما. کنده تنهایی ما جی ام باکس. کانال تلویزیونی برای کودکان شما. احمد استودیو احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در هامبورگ اعلانات تجارتی تبلیغات تصویری تهیه ویدیو کلپ های هنرمندان عزیز را با استندرد دیجیتال عادی تکنیک تهیه می احمد استودیو تبلیغات تاجران عزیز را که اعلانات خیش را از طریق تلویزیون پیام افغان و نشد و طور مجانی اجرا خواهد داشت احمد اسکیدو زمینه امکاری تکنیکی احسال و پخش برنامه های لایک تلویزیونی را برای شما برنامه پیام عزیز از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان مساهد می سازن. احمد استدیو امکار فرهنگی شما برای معلومات بیشتر لطفا به شماره تلفون 2049 176 48 34 04 و ۸ تماس شوید سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند امروز شنبه هفتم ژانویه 2012 و هفته همه دیمای 1390 امروز برنامه رو به دو بخش تقسیم میکنم یکی میخوام راجع به مسافرتی که من به نیویورک داشتم و درس که یاد گرفتم از این مسافرت با عزیزان صحبت بکنم و بعدش وارد یه بحثی میشیم مربوط به این که به چه دلیل خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی شده و تبدیل به میدان جنگ بین دو رژیم ضد مردمی و ضد انسانی که قربانیش در واقع هم مردم ایران هم مردم امریکا و هم بشریت و در درجه اول میخوام از مقاله‌ای که یکی از افسران در واقع ارشد ارتش امریکا که الان در واقع در دانشگاه بوستون درس میده اندرو بیسویچ مقاله مفصلی در سایت انتی وار پنجم ژانویه داشت که من بخش های وسیعش رو ترجمه کردم و هم میخوام نظر ایزنهاور رئیس جمهور جمهوری خواه امریکا در دهه 1950 و هم اندرو بیسویش رو که هر دوشون نظامی هم. اینجا با عزیزان مطرح بکنم و بعد مقایسه بکنم با بعضی از روشنفکرای خودمون که در حقیقت واقعا روشنفکران وابسته میشه بهشون گفت که واقعا این ارتشی های امریکا چقدر واقع بینتر و در واقع مترقی تر از این روشنفکرای ما هستن و این بعضی از این روشنفکرا که در درجه اول اونایی هستن که در فکر مداخله بشردوستانه امریکا در ایران و یا سایر کشورها هستن به راستی اینا چقدر حالا غیر از جنبه انسانیش که فوق العاده به اصلا اینا در درجه فوق العاده پایینی از نظر انسانی قرار دارن و حس انسانیشون فوق العاده باید پایین باشه سایر به اصلا چیزهاشون چقدر عقب افتاده هستن اینا و اوضاع دنیا رو واقعا اونطوری که هست نمیبینن و حتی به اصطلاح افسرای ارتش امریکا خیلی روشنتر و واضحتر از اینا میبینن قضیه رو البته نه هر افسری بلکه اونهایی که از درون این قضیه اومدن و در واقع به نوعی به صفحه مردم پیوستن برای اینکه ما یک حرکت دو طرفه داریم یکی اونهایی که ادعای چپ بودن میکنن و یا مردمی بودن میکنن و به انواع و اقسام مختلف به صف دشمن میپیوندن اینها رو ما میگیم بریده یا چپ بریده و میتونه اصلاح طلب بریده باشه ملی بریده باشه در واقع اینا از صف مردم میبرن و به صف دشمن میپیوندن به اشکال و انواع مختلف که حالا امروز فرزن بعضی از اینایی که من مقاله دیگه امروز صبح از ایران برام رسیده فرزن پست مدرنیست مودرزی، هایی که در ایران فرزن در مهرنامه در شرق در این ور اون ور قلم میزنن و حتی در بعضی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه مازندران درس میدن برای عزیزان بخشهایی از به اسلام مقاله یکی از اینها رو به اسم آقای محمد تقی قزل سفلا فکر میکنم <تصف> برای عزیزان میخونم که ببین آدم که چقدر اینا عقب افتاده و اون وقت میخوان راجب به اوضاع امریکا و جنبش وال استریت اظهار نظرم بکنم چون من خودم در این سفر شانس اینو داشتم در نیویورک که هم به پارک زوکاتی یا پارک آزادی واقعا الان اسمشو برم و هم در یکی از جلسات بزرگ اینها که در حقیقت مال جنبش وال استریت شرکت بکنم در خود به اصطلاح وال استریت در حقیقت شب پنجشنبه شب برای عزیزان تجربه خودم رو با اینهایی که شرکت کننده در اونها بودن که چند صد نفر چون خیلی ها فکر میکنن که جنبش وال دیگه تمام شده در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست ادامه داره و الان دارن در این فصل سرما دارن کار میکنن و حتی در این سرما و با وجود آنکه میدان زوکاتی توسط پلیس و بسا حسارهای آهنی محاصره شده هنوز که هنوز پنجشنبه شب بیش از پنجاه نفر اونجا جلسه تشکیل داده بودن تو همون سرما سرپا وایستاده بودن و صحبت میکردن و بحث میکردن بسا جنرال اسمبلی یا گرد همایی بسا عمومی داشتن حالا این یک جا و یه جای دیگه هم که در خود بسرا خیابان وال استریت یا وال استریت هستش برشود که صدها نفر که به اصطلاح در یه جایی که بهش میگن عرض شود که ایتریوم یا دهلیز در حقیقت میشه ترجمهش کرد جای سربسته و نسبتا به حساب محافظت شده ای که اونجا جزء به حساب مکانهای عمومیه بنابراین اجازه دارن با اینکه پلیس هم اونجا هم هست ولی اجازه دارن و جلساتشون رو که من شانس اینو داشتم که در اونجا شرکت بکنم و تا حدی با میخواستم راجع به این تجربه با عزیزان صحبت بکنم و این یکی از عرض شود که با این سفر یک سفر در واقع دیدن از فامیل و به خصوص فرزندان بود ولی از این موقعیت هم استفاده کردم بنابراین میخواستم ابتدا راجع به این صحبت بکنم که توی خود همین مسافرت برای رفتن از لس آنجلس به نیویورک آدم باید سوار هواپیما بشه و خود سوار هواپیما شدن چه تجربه ایه که چطور شما باید از هفخان رستم بگذرید که چطور قبل از اینکه اصولا وارد اون فضایی که میخواهید سوار بشید ابتدا تمام اسناد و مدارک شما رو باید نگاه بکنن لا حالا کارت شناسایی و هر شود که اینجا در درجه اول به اصطلاح به چیز رانندگی آدم رو کارت رانندگی آدم و سایر چیزها رو باید نگاه بکنن اسم و رسم و کجا میخواهید برید که برای من تعجب آور بود هیچ وقت اینطور نبود که ازت کجا میخواهید برید در حالی که مشخصه که چه هواپیمایی و داستانش چیه بگذاریم و بعدش وارد به اصلاح جایی میشید که بازرسی واقعی آغاز میشه که شما باید کفشاتون رو کتتون رو کمربندتون رو باید در بیارید و با پای پیاده و بدون کفش وارد یه فضای دیگه بشید از یک دروازه ای که باید بگذرید که آیا چیز فلزی باهاتون هست یا نه ولی بعدش باید برید پشت دستگاه اکس ری که در واقع شما رو پشت یک به اصلاح دستگاهی میبرن که تمام اعضا و جواره شما رو در حقیقت میبینن در واقع چیزیه که واقعا تمام اعضا و جوار عزیزان نمیدونم دیدن یا نه ولی شما باید برید اونجا و شما رو مثل جله گوسفند راهنمایی میکنن جله گوسفند و یا گاو رو این گاودارا عزیزان دیدن موقعی که میخوان ببرنشون توی اون جایگاهشون راهنماییشون میکنن به اصطلاح اینجا البته شلاق دستشون نیست ولی به شما شما رو راهنمایی میکنن که از کجا باید برید و بعد پشت اون دستگاه قرار میگیرید و معلوم نیست کی تمام اعضا و جواره و تمام بدن شما رو میبینه اگر هم بگید که نه بلا فاصله شما رو یا به جای دیگه میبرن و به قول خودشون پت داون میکنن یعنی تمام اعضا و جواره شما رو این دفعه لمس میکنن و خیلی عوض میخوان وسط خشتک شما هم اجازه دارن که برن و کاملا به اسلام اونجا از همه جا حساس تره حالا شود که این خودش یه تجربه است برای اینکه من فرزن حالا من نوعی رو دارم میگم کوششم اینه که بسیار بسیار کم مسافرت بکنم مخصوصا با هواپیما به همین دلایل واقعیتش اینه که فرزن من مثلا یه مقدار مثلا کیفش کیف پولش رو آدم یا مثلا چیزایی تو جیبش هست یا کاغذ هیچی بلا فاصله به اسلام میگن همه جیبات رو باید خالی بکنی و توی ظرفی میذارن و و باید بعدش از داخل این به اصطلاح چیز دروازه و امثال هم بعد گذشت خود همین برخورد واقعا دیدن خود همین منظره بسیار بسیار آموزنده است برای بسیاری یا حس نمیکنه یا نمی بینه. یا براشون مهم نیست یا عادت کردن بعضی های دیگه اینطور نیست برای اینکه من لاقل مقایسه میکنم با سالهای دهه شست که اینجا بودم با هواپیما مسافرت کردم از این طرف امریکا به اون طرف از این شهر به اون شهر واقعا مسافرت با هواپیما یه تفریح حسابی بود حالا بگذاریم که هیچ کدوم از این چیزا نبود و با چه احترامی شما فرودگاه ها کوچکتر بود ساده تر بود خلوتتر بود ولی چه محیط دوستانه ای و بعد شما موقعی که وارد هواپیما می شدید چطور به از شما پذیرایی می کردن؟ چه نوشابه می چه غذایی می خواید غذای و چطور شما را در حقیقت ازت پذیرایی می کردن تا از یه نقطه به نقطه دیگه برسید تمام یعنی آدم لزومی نداره اینا رو تو کتاب و یا به طور تئوریک چیز بکنه همین تجربه آدم چه چطور عزت شرافت و انسانیت آدم رو ازش میگیرن و تبدیل به یک موجود حقیر و مطیعش میکنن حالا عزیزان بعضیا به این معمورینی که اونجا هستن باشون عصبانی میشن از جمله یکی از فرزندان خود من که واقعا بعدش یکی دیگه از فرزندان من براش توضیح میداد که اینا کارگرایی هستن که علل عموم هم رنگین پوستن با پایین ترین حقوق اونجا کار میکنن و مجبورن و بهشون میگن و اگر یک چیز کوچک از دستشون بره تمام کاس کوزه ها در حقیقت رو سر اونا شکسته میشه و از ترسشون مجبورن اینطور با ما رفتار بکنن و در نتیجه خشم و نفرت تمام این مسافرت ها رو هم به جان بخرن در حقیقت یک کار طاقت فرسا و فوق العاده زشته که تو مردم رو مجبور بشی اینطور تحقیر بکنی انسانیت و شرافتشون رو ازشون بگیری و در این حال خودت هم شرافت و انسانیت تو از دست بدی برای یک به اصلا مزد و حقوق فوقلاده پایین بسیار به در حد خط فقر و یا پایین تر از اون چون شما موقعی که سی میلیون بیکار داشته باشید و برای هر شغلی 300 نفر نام نویسی بکنن هر شغلی رو با هر شرایطی حاضری برای به حساب زنده ماندن و حفظ بقاء در حقیقت خود و خانوادت مجبوری بپذیرش و این هم یکی از اون مشاغله بعضی ها اصولا نمیخوان این چیزها رو ببینن و یا دقت بکنن و یا ناراحت بشن و یا فرزن به اصلا دوچار خشم و ناراحتی بشن بعضی ها هم میشن در واقع جامعه طوری این انسان ها رو من دیدم اینها رو دیگه آدم بعد از سی چهل سال زندگی کردن در یه همچین جامعه ای متوجه میشه که چطور تمام دستگاه های ارتباط جمعی مردم را آماده میکنن برای پذیرفتن چنین تحقیری لگدمال مال شدن عزت و شرافت انسانی آدم و تبدیل کردن انسان به یه موجود بیتفاوت و حقیر شده در حالی که ظاهر شیک و پیک و کروات گلگلی و لباس شیک و فلان و امثال هم و, در حقیقت عزت و احترام تو بسیگی به این داره که چمدونت بزرگتر یا کوچکتر بشه و یا پول کمتر و یا بیشتری مثلا در جیبت باشه انسانیت هیچ مطرح نیست خب حالا این تفاوتی که به وجود اومده بین سالهای 60 و سالهای دو هزار واقعا کی این قوانین و این تمام این جریانات رو به صلاح به پا کردن و داستانش چیه؟ برای همینه که خوندن این مقاله ای آقای اندرو بیسویچ که من میخوام ازش نقل قولهای وسیعی بکنم بسیار بسیار پر اهمیته فرزن تمام اینها بخشی هستن از وزارت خونه ای که در زمان جورج دبلیو بوش همون سال 2001 بلافاصله بعد از 11 سپتامبر بوجود هوملند سکیوریتی هوملند سکیوریتی یعنی به اصطلاح امنیت خاک وطن این رو به وجود آوردن و الان در حقیقت تمام این دستگاه ها و بازرسی ها و بازپرسی ها و سینجیم هایی که آدم میخواد سوار هواپیما میشه از درون این هفت خان رستن باید بگذره بعد از بیسا گذراندن این خان. حالا کی رؤسای این ارشیوات که هوملند سکیوریتی بودن اولینش آقای تام ریج که دستراستی وحشتناک و ضد انسان جز اونایی که اومد برای سازمان مجاهدین نطق کرد آقای تام ریج اولین به اصطلاح وزیر همین بهسا هوملند سکیوریتی بود دومینش که به جای اون اومد آقای مایکل چرتوف حالا اینا چی کار دارن میکنن کمپانی هایی رو به وجود آوردن که تمام این دستگاه ها رو می سازه. در حقیقت همین وزارت هوملند سیکیوریتی یا امنیت و خاک وطن در حقیقت تبدیل به یک کسب و کار چند ده میلیارد دلاری شده برای تمام این دستگاه ها که همین دوتا آقایون که عبارت باشه از تام ریچ و مایکل چرتاف پشت تمام این قضايا بودن اگه آدم بخواد سیستم و بشناسه که ببینه کی از این جریانات نفع میبره و چه کسی انسانیتش لگدمال میشه خود آقای چرتاف و یا آقای تامریج که رؤسای این شرکت ها هستند و در حقیقت الان دلال های این شرکت ها برای فروششون به دولت شدن که از پول مالیات مردم امریکاست همونایی که باید تحقیر بشن باید پول پول مالیات رو به دولت بدن و دولت هم بده به این پیمانکارها به این دوتا وزیر که الان شدن دلالهای فروش اجناس همین شرکت هایی که در رأسش هستن برای به وزارتخانه دفاع از به امنیت و خاک وطن همین ها هستن که در حقیقت مرتب مردم رو میترسونن که آره ما سرکار با یک مردم فوق العاده خطرناکی داریم که اینا هر کدومشون توی خیلی عوض میخوام دوباره توی خشتکشون میتونه یه بمب باشه حالا یه نفر آدم دیوانه اتفاقا توی زیر شلواریش در حقیقت حالا یه چی یا تو کفشش و فلان اینا یه بمب یا چیزی بوده که حالا اینا کیان و داستانشون چیه و علت و علل تمام این داستانها چیه اصلا مطرح نیست به بهانه 11 سپتامبر و اینه که یکی دو نفر این کارا رو کردن تمام یک ملت یا تمام اونهایی که به این کشور میان و میخوان مسافرت بکنن باید از این هفت خان رستم بگذرن عزتشون انسانیتشون شرافتشون جسمشون مورد بازرسی به اصطلاح یک مشت بیگانه قرار بگیره و در حقیقت بعدش اجازه داشته باشن برای اینکه سوار هواپیما بشن و فرزن برن به جای دیگه برای دیدن فامیلشون یعنی میخوام عرض بکنم که خود همین پروسه یا به اصطلاح تجربه گذشتن از این فرودگاه و سوار شدن به هواپیما حالا بگذاریم که خود هواپیما در سالهای دهه شهست چجوری بوده و الان چجوریه که الان تو خود هواپیما با آدم چجوری رفتار میکنم یه دونه از این چیزا پرت میکنن جلوی آدم یا یه نوشابه ای به آدم میدن و خودش آدم باید حالا هم غذاشو اونجا بخره و یا غذاشو قبلا خورده باشه یا غذاشو باهاش ببره که همینطور که عرض کردم دهه 60 می میپرسیدن که چه نوع غذایی میخواد تا خدمتتون بیاریم اینطور از آدم پذیرایی میکردن یعنی کسی که بلیت هواپیما از یه شرکت هواپیمایی میگرفت عزت و احترامی داشت نت انی مور به قول اینا دیگه نه همچین خبری نیست و اینا همش تجربه است که در حقیقت بدون اینکه آدم اگر یه ذره آدم حس انسانی داشته باشه به قول ما به فارسی میگیم اگه غیرت آدم داشته باشه بعضی ها غیرتشو ندارن که حتی راجع به این مسائل فکر بکنن به هر حال با همه اینا به قول فرزندان خودم که همیشه من بهشون میگم که من نفرت دارم از اینکه از این پروسه توی فرودگاه ها بگذرم و برای همینه که به اصلا بیش از این نمیام فرزند به دیدنتون ولی همیشه به من میگن با همه اینا ارزش داره و به نظر من هم ارزش داشت برای اینکه تجربه که بعد با فرزندان و خانواده و غیره آدم داره به قدری به اصلا لذت بخشه که آدم میتونه تمام این بسا رنج ها رو فراموش بکنه و دل به دریا بزنه و واقعا نادیده بگیره برای اینکه اگه آدم کوچکترین مقامتی چیز بکنه بلافاصله فاصله آدم راهنمایی میکنن به یه اتاقی که چی گفتی داستانش چیه تو بسا نمیخوای به چیز بکنی نمیخوای پشت دستگاه اکسری بری و مسافرا هم نمیخوان که هواپیماشون از دست بدن در نتیجه مجبورم همه عجله دارم که برم و در نجه تن میدن به تمام این چیزها و مردم امریکا ابتداش این مقدار مقاومت کردن در برابر همین دستگاه های اکسری که شما چقدر مواد به اصلاح عشق فوق فوق العاد مزر و زا، اونایی که زیاد مسافرت میکنن دائم باید از, از درون این داستان بگذرن چقدر به اصلا اکسری به بدنشون میخوره واقعا به اصلاح اون وقت میگن چرا اینقدر سرطان تبدیل به یه اپیدمی شده ولی به هر حال حالا از این قسمت زشت و ناپسندش بگذاریم و آدم موقعی که با فرزندانشه من میخواستم یه مقدار با عزیزان صحبت بکنم من چون یه برنامه ای رو شروع کرده بودم به سالم زیستن علا رغم تمام این شدائد و علا رغم تمام این لگدمال شدن انسانیت و شرافت و عزت انسان چطور باید آدم واقعاً از سلامتی خودش، چه سلامتی فکری و چه سلامتی جسمیش محافظت بکنه آدم برای همینه که هر وقت که من مسافرت میرم و یا فرزندان من به مسافرت میان پیش من سال یک دو یا هر چی که میده حتما باید هم راهپیمایی بکنیم هم کوه پیمایی بکنیم هم کوهنوردی بکنیم هم شنا و خلاصه تجربه فوق العاده به اصطلاح این رو میخواستم صحبت بکنم با عزیزان که چه فوائدی داره که آدم با خانواده چطور میتونه به اصطلاح درس داشته باشه برای آدم از چند جهت به نظر من رفتن توی طبیعت فرزن اولین چیزی که آدم میتونه صحبت بکنه اینه که موقعی که آدم عادت داشته باشه که بره توی طبیعت چه برای راه پیمایی چه برای ارتفاع پیمایی چون من برای هایکینگ راستش توی فرهنگ لغت به هزاره که نگاه کردم میگه راه پیمایی در حالی که هایکینگ به نظر من ارتفاع پیمایی میشه بهش گفت یعنی کوه پیمایی یا کوه نوردی نیست ولی خب آدم از ارتفاعات بالا میره و در نتیجه میشه گفت ارتفاع پیمایی در حقیقت من امروز صبح این به ذهنم رسید که در فرهنگ لغت نیست بنابراین آدم هم کوه پیمایی میتونه کنه و هم راه پیمایی و هم ارتفاع پیمایی میتونه بکنه و در تابستون آدم شنا و غیره و غیره در دریا اگه باشه و همه اینها در واقع آدم رو نزدیک میکنه به طبیعت و انسان با دوستان آشنایان و یا فامیلش فرزندانش میتونه راجع به طبیعت صحبت بکنه که چرا طبیعت حفظش لازمه و چرا چطور به اصلا اینا قدم به قدم دارن طبیعت رو از ما میگیرن در همین اطراف لس آنجلس در حقیقت یه جایی که در حدود حالا 15 یا 20 دقیقه از اینجا فاصله داره که گهگاهی ما برای هایکینگ یا ارتفاع پیمایی میریم بعضی از این تریل ها یا جاده هایی که هستش سیم زدن و دارن اون بالا ساختمون می سازن. و اون هم چه ساختمون هایی؟ میلیون دالر واقعا آدم باید بره در این مناطق به قولی که از دوستان ما بالای یک تپه بلند که ایستاده بودیم نگاه که می کنی و تمام این ساختمون های ده بیست سی میلیون دلاری و یا بیشتر آدم میبینه به قول این دوستمون میگفت به یاد روم قدیم آدم میفته روم قدیم هم همین طور بوده که شما سناتورهاش یا ثروتمندانش در یک چنین کاخهای مجللی زندگی میکردن و بردها و مردم عادی و غیره و غیره هم در اون پایین مثل حشرات الارض عوام ناس واقعاً و به هر حال آدم با چشم خودش میبینه که در همین اطراف لس آنجلس که واقعا میتونه مثل یک فوق العاده زیبا و جالب باشه چطور همینجوری جاده و ساختمون و طبیعت رو دارن همینجوری از بین میبرن درخت ها رو میبرن به سرا تمام طبیعت رو به نابودی میکشن آدم میتونه راجع به این قضایی ها با فرزندانش صحبت بکنه با فامیلش با دوستانش وجه دیگهش عبارتش اینه که اینا واقعا رفتن یه مقدار به جزئیات ولی به نظر من بسیار لازمه که تجربه خودم اینها رو چیز به صلاح به هم نشون داده هیچ جایی بهتر از طبیعت و مخصوصا راه پیمایی و ارتفاع پیمایی نیست برای بحث کردن حالا بحث میتونه هم اجتماعی باشه هم سیاسی باشه هم انواع و اقسام بحث ها به نظر من سابق یه جوری بود که افراد سیاسی میشستن یا تو خونه همین جوری هی سیگار بکش سیگار بکش و پر از دود واقعا وحشتناک حتی آدم موقعی که انقلابات دیگر رو مطالعه میکنه میبینه که به در جاهای سربسته و همین جوری سیگار و امثال هم حالا بگذاریم که بعضی هم ممکنه تریاک و امثاله که در ایران الان واقعا این چیزهای وحشتناکه کشیدن سیگار و یا تریاک کشیدن و فلان اینا چقدر شایع شده که کشنده است نابود کننده است سیگار به نظر من از اونم وحشتناکتر و خطرناکتر و واقعا میخوام به عزیزان پیشنهاد میکنم پیشنهاد بکنم که سیگار کشنده است نابودگره حالا نه تنها از نظر به حساب یعنی به اصطلاح ضرر مالی به آدم میزنه ضرر جانی به آدم میزنه و عزیزان فکر نکنن که روی فقط ریه اثر میزره تمام بدن رو روی عروق روی قلب روی مثانه روی روی کلیه رو همه اثر میزره نابودگره و واقعا یا اونهایی که میکشن باید کمش بکنن و یا ترک بکنن به تدریج خود من یه موقعی چند سیگاری مثلا چیز میکرد و مطلقاً الان این به و حالا به نظر من آدم موقعی که تو طبیعت هم هوای پاک و سالم لاقل سالم تر از به اصلا شهر رو توی اتاق نشستن میتونه تنفس بکنه و هم با طبیعت سر و کار داره و همین که احساس آرامش میکنه با دیدن طبیعت با دیدن مناظر با استنشاق هوای سالم و راحت آدم میتونه صحبت بکنه و به نظر من یکی از لذت بخشترین به اصلاح تجربیاته که آدم همینطور که داره هایکینگ یا کوه و یا ارتفاع پیمایی و یا راه پیمایی آدم میکنه به بحث و محاجه بکنه و به اصطلاح برای بالا بردن آگاهی سیاسی خودش و به اصطلاح انتقال تجربیات بین خودش و فرزندانش و دوستان و آشنایانش بسیار تجربه شیرین و زیبایی واقعا و یا بعضی هم البته توی کافه ها و کاباره ها میشنن بحث میکنن و یا آبجو و یا به اصلا مشروبات و امثال هم که هم به نوعی اگر زیادش باشه واقعا مزر رو به اصلا مخربه واقعا برای جسم انسان در حد معتدلش و اونم چیزهای سالم اشکالی نیست ولی به اگر از یه حدی تجاوز بکنه کاملا میتونه ضرر بزنه اونم به اصطلاح بعضی دیگه از اونایی که سیاسیون به اصطلاح نشستن و به اون به س... کافه های معروف و به بحث کردن با به چیز لیوان و یا باتری آبجوشون. بنابراین از این جهات به نظر من رفتن توی طبیعت و عرصه که صحبت کردن فوق العاده میتونه تجربه شیرین و جالبی برای سالم موندن و سالم زیستن و بعدش آدم میتونه به اصلا بحث بکنه راجب این که واقعا چجوری میشه سالم موند. سالم زیست علا رغم تمام این شدائدی که ما داریم که صبح که آدم پا میشه و اخبار رو نگاه میکنه میبینه که توی چه دنیایی ما زندگی میکنیم راجب به این آدم صحبت بکنه که اصلا تو چه, تو چه دنیایی زندگی میکنیم مخصوصا آدم اگر در حال پا به سن زده باشه تجربیاتش رو میتونه منتقل بکنه بین فرزندانش به اصطلاح بین به اصطلاح های بعدی که این همینجوری منتقل بشه و به اصطلاح یک یک پیوند برقرار بشه بین نسلهای مختلف اینا به نظر من فوق العاده مفید و جالبه و از طرف دیگه به نظر من خوبه که آدم تا سنین بالا با فرزندانش که فرزند چهل سال یا و پنج سال از خودش جوونترن مسابقه میذاره که فکر نکنن آدم مثلا نمیدونم پا به سن زده یا چی یعنی این خودشم جالبه که این یه سمیمیت به وجود میاره و به اصلاح سمیمیتیه که خیلی به اصطلاح میتونه پایدار باشه که آدم دائم با دوستان و آشنایان و فرزندانش توی طبیعت باشه و به نوعی طبیعت رو هم به چالش بگیره فرزن از سخره آدم بالا بره از یک ارتفاعی بالا بره عرصبت که با امواج دریا آدم به اصطلاح مبارزه بکنه و غیره و غیره اینا تجربیات فوقلاد جالبیه که انسانها رو به هم نزدیک میکنه برای اینکه فرزن کمپینگ یا چادر زدن کلی تجربه به آدم چیز میکنه اینه که آدم چطور در مثلا در طبیعت یه آتیش روشن بکنه و بعد چطور خاموشش بکنه که خطری برای جنگل نباشه چطور چادر بزنه چطور غذا درست بکنه چطور آب جوش بکنه و چایی درست بکنه چطور مثلا بعضی از جانوران که هستن به اصلاح مواظب با همه اینها تجربیاتی که گرچه ریزه ولی فوقلاده پر اهمیته و به سلامت فکری آدم کمک میکنه برای اینکه کل این سیستم و کل این به اصطلاح جامعه آدم رو میخواد از همه چیز بیگانه بکنه نه تنها از طبیعت بیگانه بکنه بلکه از اطرافیانش از آشنایانش از دوستانش از فامیلش و فقط آدم در فکر خودش باشه فردگرایی مطلق در حقیقت جامعه رو میخوان اتمیزه بکنن یعنی به اصطلاح انسان به عنوان افراد جدای از هم و میدان جنگ همه علیه همه بلوم اومنیوم کنترا اومنس به چیز لاتینش هستش ما باید مبارزه بکنیم با این حالا اگر شد که راجع به سوسیالیزم فردن یا جامعه همینطور که عرض کردم هر اسمی که روش بخوایم بذاریم جامعه طبیعت گرا و انسان گرا اگه بخوایم صحبت بکنیم باید ببینیم چطور همین تجربیات کوچکه همین به اصطلاح از پایین به بالا این باید درست بشه فرهنگ در حقیقت سوسیالیستی ابتدا باید درست بشه و فرهنگ سوسیالیسم اگه چیه در واقع همین هم انسان گرایی پیوند انسان ها با هم که از خانواده شروع میشه یعنی نزدیکترین نزدیکان آدم و همینجوری این مثل یه قطره روغن که رو آب بیفته گسترش پیدا میکنه و همین که طبیعت که انسان کوشش بکنه به در طبیعت به اصطلاح سر بزنه به طبیعت و از زیبایی های طبیعت آدم استفاده بکنه هوای پاک استنشاق بکنه و حرکت به اصطلاح جسمی بکنه و بعد آدم میتونه به اصطلاح صحبت بکنه که واقعا اگه آدم بخواد سالم بمونه حالا من زمانی که به اصلا این سالم زیستن رو بحثی رو شروع کردم مدت ها سال ها پیش و متاسفانه ادامه پیدا نکرد هنوز که هنوز من اعتقاد دارم که برای داشتن جسم سالم که واقعا آدم تا سنین بالا میتونه فعال باشه نظر جسمی و حالا صحبتش رو خواهم کرد که از نظر فکری آدم میتونه فعال باشه بر اینکه یکی از عزیزان از ایران از من پرسیده که فکر میکنم الان این عزیز در خارج اومده و این سوالی از من کرده بود که فکر و شعور انسان یه چیزیه که مثلا عقب میره یا اینکه میشه پرورشش داد و پیشش با تمرین میخواد فکر سالم تمرین میخواد یعنی علاوه بر اینکه آدم در عرض ساعاتی که بیدار هست مشاهده میکنه تجربه میکنه و از طریق حواس پنجگانش این تجربیات میره در مغزش و با تجربیات قبلیش محک میخوره و انسان اندیشه میکنه و فکر میکنه بر پایه اون علاوه بر اون آدم باید اینا یکی،, یکی, مشاهدات ملموسشه و روزمره اگر فقط دانشش آدم بر پایه این باشه دانشش خیلی در واقع محدود میتونه باشه دانش اینجوری دانش محدودیه اگر آدم دست به مطالعه بزنه در حقیقت تجربیات نسل های گذشته رو هم یاد میگیره در نتیجه به همون اندازه سلول های مغز و سروصل هاشون یعنی سیناپس هاشون بیشتر میتونن به تحرک بیان و تبادل بینشون انجام بشه و تصاویر بیشتری ذخیره بشه و در نتیجه هر تجربه تازه ای که میاد با تجربیات عظیمتری میتونه محک بخوره و در فکر عمیقتری میتونه ازش سرچشمه بگیره بزرگان که به اصلا چیز بودن آدمی مثل هگل در اصلاح چی بوده؟ مطالعات عظیمش بوده که بعدش موقعی که یه چیزی رو میدیده یا میخونده بلافاصله به اصطلاح جرقه میزده فکر تازه ای به وجود می ورده. و در نتیجه حالا این علاوه بر مشاهدات روزمره و مطالعه بر پایه اون انسان احتیاج به فکر کردن داره در روز یا در شب چند ساعت لا باید ما به مغزمون فرصت اینو بدیم که فکر کنه فکر کردن یعنی چه؟ یعنی تجربیات روزمره و گذشته و حتی نسل های گذشته رو همین جوری بیاره و با تجربیات, قبل... با تجربیات روزمرهش عوض میخوام گذشته رو با تجربیات روزمرهش محک بزنه و از اینا فکر جدید به وجود بیاره یعنی آدم باید فکر کنه در روز به جای اینکه از این چیزا تو گوشش بذاره موقعی که قدم میزنه فکر کنه آدم موقعی که آدم راه پیمایی میکنه ارتفاع پیمایی میکنه کوهنوردی میکنه فکر کنه آدم یا بحث بکنه تمام این وسایل مدرنی که اومده عزیزان حالا من نمیخوام وارد یه بحث جدید بشم که اینا در عین حال که یه نعمت از اینترنت گرفته تا فیسبوک تا توییتر تا همه اینا میتونه یه نعمت باشه تا تمام این به اصلاح عرصبت که مسجی که مرتب به اصلاح من دیدم بچه ها از کوچک و بزرگ همین جوری با این به اصلاح چیزی که دستشون هم جوری بازی میکنن در این حال که میتونه بسیار مفید باشه ولی یه چیز فوق العاده مزر هم میتونه باشه به این معنا که انقدر شما مغزتون رو تلمبار میکنید با اطلاعات که واقعا زیاد ارزش آنچنانی نداره که مغز انسان میتونه قاطی بکنه در حالی که آدم باید بذاره به مغزش به فکرش باید اجازه بده که تنظیم بکنه اینها رو و یه فکر واقعی ازش بیرون بیاد نه اینکه آدم با انواع و اقسام چیزها تلمبارش بکنه و مغز, مغز انسان نمیتونه وقت قدرت تفکر واقعی داشته باشه همینطور که عرض کردم این چیزهای مدرن هم میتونن یه نعمت باشن هم میتونن یه بلا باشن بنابراین آدم باید عاقلانه بدونه که چجوری ازشون استفاده بکنه حالا کردم و بعدش هم که عرض کردم بنابراین این تجربه فوق العاده جالبی با دوستان، خیشان، نزدیکان و فرزندانش آدم و همینطور که عرض کردم بهشون نشون بده که آره تا سنین بالا آدم میتونه فعال باشه هم جسمش و هم فکرش و این برای روحیه فرزندان آدم هم خیلی خوبه و بعدش یک پیوند فوق العاده به اصلاح تنگاتنگی بین خود و به اصلاح نزدیکانش به وجود میاره که خود این برای سالم زیستن فوق العاده مهمه برای اینکه انسان اگر خودش رو فقط به عنوان یه فرد ببینه به عنوان یه اتم ببینه مثل خانم مارگارت تاجر که میگفت ما سوسایتی اصلا یعنی جامعه نداریم ما افراد داریم خب این آدم یه مغز مریض داره واقعا آدم های مثل اینا مثل مارگارت تچر یا مثل رانالد ریگان اینا و بسیاری از گردانندگان اینا آدم های بیماری هستن که آدم اگر توی زندگی خصوصیشون بره میبینه که چقدر آدم های بیمار ناخوشحال و غیره و غیره هستن همین آقایان که من اسم بردم فرزن آقای مایکل چرتاف و آقای تام ریچ اینا خودشون که از این پروسه نباید بگذرن برای اینکه اینها چه اونایی که صاحبان این شرکت ها هستن همشون به اصطلاح جت ها و هواپیما های خصوصی دارن که از دروازه های خاصی به اسلام میرن و سوار هواپیماشون میشن و از یه شهر به شهر دیگه میرن چه اونایی که در کنگره هستن و نوکرای اینها هستن و این چیزها رو تصویب میکنن چه اونایی که تو خای... کاخ سفید هستن چه اونایی که در دادگاه عالیه به اصطلاح چیز هستن قضایی هستن و قضات و امثالهم و امسالوم. همه ای اینها وزرا و وکلا و رؤسای شرکت های بزرگ یعنی در حقیقت یک درصد بالا که اونا به اصطلاح لزومی براشون نداره که از این دروازه و از این هفت خان رستم بگذرن برای در عالم اصلا در عالم دیگه ای زندگی میکنن و اصلا نمیدونن چه البته ممکنه بدونن که چه بر مردم میره ولی براشون مهم نیست مهم اینه که چه سودی میتونن ببرن بنابراین میخواستم و بعدش میرسم تجربه دیگه این نظر به اصلاح طبیعت و اینکه آدم چقدر خوبه که با دوستان نزدیکان فرزندان و غیره و غیره واقعا در طبیعت باشه و به این ترتیب اگر بخواد بحثی جدلی و غیره و غیره داشته باشه چقدر به اصطلاح برای سالم زیستن انسان و برای به اصطلاح گریز از ان این همه پلی پلیدی ها زشتی ها و چیزهای مزر چه برای جسم آدم و چه برای روح آدم بعدش به نظر من خب این جنبه در حقیقت طبیعتش ولی بعدش آدم فرصت پیدا میکنه که و یا من این فرصت رو داشتم این شانس رو داشتم که هم به خیابان وال استریت یعنی خیابان وال عرض شود که برم و در این گرد همایی بزرگی که اینها داشتن که که عرض کردم لااقل 120 نفر در یکی از گرد همایی‌هاشون که بحث و به اصطلاح چیزشون راجع به این بود که برای اول ماه مه چه برنامه ای دارن و چه کار میخوان بکنن اولا خود ترکیب به اصطلاح اجتماعی اینجا حالا برای عزیزان میخونم که بعضی از این روشن فکرهای پوست مدرن،, پوست مدرن که تحت تاثیر آقای انتونیو نگری و مایکل هارت هستند و یا پست مدرنیس های دیگه چقدر از پرتن چقدر با واقعیت بیگانن اینا و همینطور نشستن به انمان روشن فکر یه چیزایی رو بلغور میکنن که آره این طبقه کارگر نیست اینا مالتیتود یعنی انبوه هست کار یعنی چه سرمایه یعنی چه قانون ارزش یعنی چه ارزش اینا همش یک مش روایات اعظمه که اصلا هیچ معنایی نداره و ما فقط باید به اصطلاح عرشبت که پسا مدرن فکر کنیم پسا سیاسی فکر کنیم اصلا دیگه جهان سومی جهان اولی جهان دومی استثماری اینا همش حرفای قدیمی و غیره و غیره است به نظر من اینا نه سیستم میشناسن نمیدونن جنبش وال استریت راجع به چی هست نمیدونن نظام سرمایهداری اصلا داستانش چیه در این سفر من هم شانس اینو داشتم که در همین جنبش وال استریت لاقل در یک گرد همایی بزرگشون در حقیقت شرکت بکنم بزرگ که میگم برای اینکه گروه های متعدد و متفاوتی در این فضایی که بود یکیش فقط یکیش در حدود 100 تا 120 نفر شرکت داشتن و ببینم که ترکیب اجتماعی این چیه و اینا کیان داستانشون چیه که آیا واقعا کارگر هستن یا نیستن که اصلا اینا به اصلا انکار میکنن که اصلا طبقه کارگری وجود نداره یا مش به انبوهه، یا مش به مردم همینجوری وجود داره ملتیتود اینا رو گذاشتن خود وجود این که خیلی ها فکر میکنن اصلا از بین رفته این جنبش دیگه وجود خارجی نداره متوجه نیستن که واقعا پایه های مادی ادامه این جنبش نه تنها از بین نرفته روز به روز به اصلا عمیقتر و شدیدتر میشه برای اینکه تمام پیش بینی ها برای اینکه حالا تا یادمون نرفته به اصلا من قرار بوده که به جنبندی بکنم از به اصلاح تجربیاتی که در سال 2011 داشتیم و اصلا این جنبش هایی که از تونس فرزند شروع شد از, از خود ایران شروع شد و بعدش در تونس و مصر و سایر جاها داستانش چیه و بعد جنبش والستید که در حقیقت خودشون اذعان میکنن که واقعا از میدان تحریر در مصر در حقیقت الهام گرفتن و تحت تاثیر اون بودن و به راستی هم همینطوره اصل داستان این چیه و واقعا اینا فرزند این سیستم که در درجه اول امریکا و دولت امریکا باشه میتونه اینها رو از بین ببره و به سان نابودشون بکنه و فرزن تونس و مصر و فلان اینها رو رژیم رو سر جاش بنشونه نگه داره و فقط به اصلاح یکی دو نفر رو مثل مبارک و بن علی و صالح و امسالان رو قربانی بکنه و رژیم ها رو سر جاشون نگه بداره و بعدش رژیم های دیگه ای رو که نمیخواد تغییر بده از جمله لوبی به سیریه و شاید ایران رو باید ما بیاییم در خود امریکا و ببینیم در اینجا چی میگذره و بعد کل سیستم رو باید بهش نگاه بکنیم که در اینجا چند چیز به نظر من بسیار پر اهمیته که من یک همینطور که عرض کردم تمام اینهایی که در اونجا شرکت میکنن به راستی کارگرن اینهایی که پست مدرن هستن آدمایی مثل انتونیو نگری و امثال هم که به جای طبقه میخوان بگن مالتیتود یا انبوهه معنای طبقه کارگر رو نمیفهمن که هر که حالا برمیگردم چون من نه تنها با این سر و کار داشتم در این مسافرت بلکه با کسایی که توی وال استریت هستن سر و کار داشتم و باشون چلو کباب خوردم این شانس رو هم داشتم و افرادی که اونهایی رو که در وال استریت کار میکنند در حقیقت میشناسن که چطور همین هایی که تو وال استریت هستن چطور شغلشون اخیرا ده ها هزار نفری دارن از دست میدن اگر اینها میرفتن و نوشته های جامعه شناسانی مثل باربارا ارن رایش رو میخوندن که به چه دلیل این جنبش جنبش 99 درصده اون وقت میتونستن لاقل فکر کنن که این یک انبوه نیست واقعا طبقه کارگره یعنی یک استاد دانشگاه همیشه در معرض اینه که کارش از دست بده یک مدیر متوسط و حتی بالا که در وال استریت همیشه در معرض اینه که کارش از دست بده کسی که یک دانشمند یک محقق یک پرستار یک خلبان یک مدیر مدرسه است یه معلم همه ای اینها امکان داره روزی کارشون از دست بدن که الان دارن از دست میدن و اینا اون وقت مجبورن برن توی مکدونالد کار بکنن یا جارو بکنن یا مثل همین به اصلا محمد بو عزیزی یا پیشخون بذارن مثلا عرشبت که لباسی چیزی مثلا بفروشن فرزان تبدیل به یه به اصلاح چیز بعضی هاشون البته کارگیر میارن و بعضی هاشون هم کمپانی های جدیدی تشکیل میدن دو درصدشون پنج درصدشون سه درصدشون ولی بقیه میپیوندن به طبقه کارگر یعنی در واقع کسی که استاد دانشگاهه این آقایان پست تشخیص نمیدن که یک خواننده کاباره که یک موسیقیدان که یک نویسنده که یک استاد دانشگاه پوتنشالی یعنی به طور بالقوه هر لحظه در واقع اینا امرار و معاش از, از چه طریقی میکنن از طریق فروش کارشون کار لزومی نداره حتما بیل زدن باشه یا پشت تصم نقاله باشه کار میتونه کار فکری باشه کسی که در آزمایشگاه کار میکنه کسی که در دانشگاه درس میده که اکثر اکثریت بزرگی از اونایی که در دانشگاه های امریکا درس میدن پیمانی هستن و عزیزانی من دارم که اینا درس میدن ساعت به ساعت کارشون طوریه که به به اندازه یه کارگر حقوق میگیرن و یا مدیر یک شرکت و یا کسی که توی وال استریت کار میکنه همه اینها در حقیقت کارشون رو که میتونه کار فکری باشه دارن میفروشن و در هر لحظه میتونن در حقیقت به اعماق برن یعنی در حقیقت به طبقیق که این پروسه بوده که واقعا در عرض 20 یا 25 سال اخیری که من دنبال کردم این رو دیگه روشنتر از روز از حرامین شمس به قول معروف با چشم خودم دیدم و اتفاقا همین کسی که یا کسانی که من باشون صحبت میکردم و در وال استریت هنوز کار میکنن برای لیمن برادرز کار میکردم قبلا لیمن برادرز عزیزان میدونن بانک عظیمی واقعا بود که به کلی از هم متلاشی شده از این رفت و به اصطلاح تمام این به اسلام ماجرای بحران مالی رو در وال استریت به وجود آورد که بعدش حالا میبینیم عواقب و پیامدهاش رو تازه در اروپا میبینیم و سایر جاهای جهان داریم اونجا کار میکرده البته این تونسته دوباره کاری فوق العاده آدم کنسروتیو به اصطلاح طرفدار سرسخت رژیم به اصطلاح سیستم و بسیار مخالف با جنبش در حقیقت وال استریت یعنی منظورم اینه که فقط من یک طرف رو ندیدم بلکه طرف دیگر رو هم دیدم به صحبتاش که آدم گوش میکنه تفاوت بین یک چنین افرادی رو و اونهایی که در جنبش وال استریت هستن آدم اون هم میبینه که فرزن اینها کلی به اصلاح سهم دارن در شرکت هایی که شرکت های نفتی شرکت های گاز شرکت های دیگه ای که در حقیقت اینا نقش اساسی در نابود کردن طبیعت دارن خب چنین افرادی موقعی که من راجع به طبیعت باش صحبت می کردم با این چند فردی که به اصطلاح با هم دیگه چلو کباب اتفاقا به غذای ایرونی هم خیلی به اصطلاح علاقه داشتند باشون صحبت راجع به طبیعت می کردم اصلا براشون طبیعت مسئله نیست اصلا مطرح نیست و تازه به دفاع از حفظ و موجودیت به اصطلاح طبیعت براشون خیلی ناراحتشون میکنه. و به همین دلیله که در حقیقت اون بالاتری هاشون یعنی شرکت های نفتی مثل اکسان موبیل و شل و امثال هم میلیارد صدها میلیون دلار خرج میکنن برای اینکه شک و تردید در دل مردم امریکا بندازن که آیا طبیعت داره به طرف نیستی میره یا نمیره بنابراین اینم به اصطلاح تجربه دیگه بود که در حقیقت آدم تفاوت ذهنیت بین اون کسی که در وال استریت کار میکنه و هنوز شغلش هست و زندگی بسیار مرفهی داره که اینایی که من دیدم دارن و اونهایی که اومده بودن و برای ماه مه میخواستن تصمیم بگیرن که چه کار باید بکنن یا مثلا انواع و اقسام فعالیت که الان دارن در بین مردم واقعا کار میکنن تا هوا دوباره رو به گرمی که میره دوباره اون وقت خواهیم دید که این جنبش چطور دوباره اعتلا پیدا خواهد کرد اینا همش واقعا تجربیات فوقلاده به اصلاح جالبیه که حالا به طور مختصر من برای عزیزان هر شود که تا جایی که به وقت اجازه میداد میخواستم صحبت بکنم همه اینا تجربه یعنی آدم از هر مسافرتی هر هم کوتاه باشه میتونه چیزهایی یاد بگیره و به این درسهایی رو که آدم یاد میگیره میتونه منتقل بکنه پس این یه موضوع که من میخواستم حالا اگر رسیدیم این آقای به محمد تقیق قزل سفلا رو که عرض شود که ملتیتود در وال استریت رو اگر رسیدیم راجبش صحبت میکنیم که اینا چقدر واقعا از واقعیات زندگی و واقعیاتی که مخصوصا در امریکا میگذره نشستن در مازندران و دارن راجب اینجا اظهار نظری میکنن که اصلا هیچ با واقعیت تطبیقی نداره و متاسفانه نظر به اصطلاح سواد و آگاهی هم به اصلا نمیدونن معنای طبقه چیه و اسمش میذارن ملتیتود و در واقع به نظر من اینا ضربه میزنن به جنبش به مردم به خودشون و به دانشجوهایی که بهشون درس میدن و این هم مقالش الان در روزنامه شرق به اصلا در نشریه شرق به اصلا اومده که ما میدونیم جایگاه یه چنین روشن فکرانیه ولی من میخواستم وارد, وارد به مطلب دوم بشم راجب اینه که چرا خلیج فارس الان میدان جنگ بین دو تا رژیم ضد مردمی و ارتجاعی شده که واقعا مردم ما مردم امریکا و مردم جهان در حقیقت قربانی اینن و دنیا رو دارن به خاک و خون میخوان بکشن و به طرف یک زمستان اتمی برای اینکه اینا این راه و روشی رو که پیش گرفته دولت امریکا و در, در طرف مقابلش هم جمهوری اسلامی که هر دوشون واقعا جمهوری اسلامی به نظر من یک زائد از این سیستمه تمام اونهایی که این مرتجعین و به اصلاح ستون پنجم امپریالیزم که فرزن ما که با این جنگ و با, با هر جنگی واقعا به اسلام مخالفت میکنیم میگن که شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید باید ما در برابر اینها بگیم که شما نه تنها سرسپرده و نوکر امپریالیزم هستید و دشمن ملت ما هستید دشمن قسم خورده ملت ما هستید بلکه شما نوکر جمهوری اسلامی هم هستید بر اینکه این جنگ بین دو تا ارتجاعه و ما طرف هیچ کدوم از اینا رو نباید بگیریم برای جمهوری اسلامی زائده ای از همین سیستمه و بخش جدایی ناپذیری از این سیستمه و در حقیقت هم جمهوری اسلامی در خدمت این سیستمه هم این سیستم در خدمت جمهوری اسلامیه و تمام وسایل این جنگ و دعوایی که بینشون هست الان فرزن یکی از چیزهایی که به ذهن من همین یکی دو روزه رسیده تمام این هارتوپورت هایی که دارن میکنن بر سر به اصلاح اینه که ناوگان پنجم امریکا داره اونجا چه کار میکنه تنگه هرمز چه خواهد شد تمام به اسلام این رزمایشی که چند وقت پیش به حساب خود جمهوری اسلامی داشته و بعدش هم سپاه پاسداران میخواد یه رزمایش دیگه ای داشته باشه همه اینا برای گرم کردن و بازار انتخابات و احتمال بسیار سیا یعنی هر وقت که جمهوری اسلامی وارد یه مقدار مرحله چیز میشه و مردم میخوان کاری بکنن اینا میان به کمکشون عزیزان دقت بکنن که برای به حساب انتخابات سال 88 چطور نامه فدایت جوان آقای چیز به به خامنه ای نوشت و داشتن به سا چیز میکردن به همدیگه کمک میکردن تا جنبش رو با شکست رو برو بکنن و الان هم که همه مردم از طبقات و اقشار مختلف این انتخابات رو یک پارچه واقعا تحریمش کردن با این سر ها میخوان بازار این انتخابات رو برای آقایون گرم بکنن برای همین که دارن هارتپورت میکنن بگذریم از اینکه که ممکنه این واقعا به یه جنگ واقعی منتهی بشه و به اصطلاح کشور ما هم مثل لیبی مثل عراق مثل افغانستان در حقیقت به خاک و خون کشیده بشه ولی اینا به هر حال من میخواستم مقاله اندرو بیسویچ رو که بارها راج ازش من نقل قول کردم و عزیزان میتونن این رو در سایت انتی وار در پنجم ژانویه یعنی دو روز پیش ببینن من بخشهاییش رو ترجمه کردم اندرو بیسویچ جز اوناییه که واقعا یک میهن پرست واقعی امریکایی میشه بهش گفت از ارتش اومده بیرون و الان استاد دانشگاه بستانه مقالاتی که میمیسه و کتابایی که میمیسه دلسوزی میکنه من بارها به عزیزان گفتم که از سران بسیار بالا و بسلا از معمورین بسیار عالی رتبه سی از پنتاگون از دستگاه های بسا امنیتی و نظامی امریکا تعداد زیادی که واقعا در فکر امریکا هستند و امریکایی واقعی هستند اومدن بیرون و دارن هشدار میدن به گردانندگان این رژیم که این ره که تو میروی به قبرستان است من از